مثل این میمونه که شما مثلا یه پروژه‌ای رو طراحی کرده باشین و یه مفهومی رو تو پروژه‌تون دنبال کنید. این مفهوم میتونید شاید با دو تا سه تا پرسونای کارتونی منظورم کاریکاتوری، نقاشی، یه همچی چیزاییه، میتونید با این پرسونا ها بیاید نشون بدید. خب مورد بعدی که توی تولید محتوا بسیار حائز اهمیته گذاشتن لایو های متعدد توی این پلتفرم های آنلاینه. لایو متعدد منظورم این نیست که هر روز لایو بذارید، ولی لایو گذاشتن باعث این میشه که مخاطبانی که مثلا تمایل ندارن زیر پست های شما کامنت بذارن، دستشون به لایک کردن نمیره، بیان توی لایو با شما ارتباط نزدیکتری بگیرن و در نهایت سوال و جوابشون اونجا بکنن. همین باعث میشه که با پیج شما اینگیج بیشتر بشن، مخصوصا اگه شما با یه برنامه خیلی خوب لایوتون رو اجرا کنید. یه نکته بسیار مهمی وجود داره و اون اینه که تعداد افرادی که تو لایو های ما حضور پیدا میکنن یک کسری از تعداد افرادیه که استوری های ما رو میبینن. یعنی امکان نداره که شما مثلا بازدید استوریتون 2000 تا باشه و لایو بذارید و مثلا یه 700 نفر بیان تو لایو شما. احتمالا عدد حضور تو لایو شما یه چیزی بین، اگه لایو خوبی بذارید یه چیزی بین 100 تا 150 200 نفر باشه با این تعداد استوری، اگر هم نه که ممکنه تا 40 50 نفر هم بیاد پایین. لایو رو کجا میتونیم بذاریم؟ الان پلتفرم های بسیاری لایو رو دارن که شما میتونید تو هر کدوم از اونها، اگه چند تا دوربین داشته باشید، چند تا گوشی داشته باشید، تو هر کدوم از اونها میتونید برید. اگر هم نه که میتونید یه بار توی مثلا اینستاگرام لایو برید، یه بار توی یوتیوب لایو برید و یک بار حتی تو توییتر لایو برید. توییتر هم این گزینه لایو رو اضافه کرده. فیسبوک هم الان لایو داره. پس تو 4 تا پلتفرم میتونید لایو برید. زمانی هم که از شما بگیره اینه که گوشی رو روشن کنید، بشین جلوی دوربین، مثلا همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، و لایو برید. اون وسط فقط پرسش و پاسخ و اینا رو هم باید حتما توی کارتون داشته باشید که لایوتون جذاب‌تر بشه. پس 4 تا پلتفرم دیگه هم اضافه شد و 4 تا تیکه محتوایی میتونیم اینو حساب کنیم، که البته لایوهای داستانای دیگه هم میشه ازش در آورد که تو ادامه حتما بهش اشاره میکنم. مورد بعدی تصاویر کارتونی یا دودل ها هستن. نمیدونم با دودل آشنایید یا نه، ولی توی تصاویر بین صحبت ها حتما اون رو دارید میبینید که دودل ها یا کارتون ها یا تصاویر کاریکاتوری تصاویری هستند که برای واضح نشون دادن یه چیزی، یه مطلبی، یه موضوعی ازشون استفاده میکنیم. وقتی شما یه توییتی کردید که مثلا توییت جذابی بوده از نظر خودتون، یا توی دایرکت از شما سوال پرسیده شده، یا توی لایو از شما سوالی پرسیده شده، یا تو کامنتتون، یا یه پست اینستاگرامتون که به صورت تکست بوده، همون متپایی که گفتم، همون توییتری که گفتین، اینو میتونید تبدیلش کنید به یه پیام کارتونی. میتونه یک اسلاید باشه، دو اسلاید باشه، بشه کاروسل همونجوری که صحبت کردیم، یا نه به صورت یه تک اسلاید باشه. این کارتون‌ها یه ذره فضای متفاوت‌تری رو از کار شما ارائه میده. مثل این میمونه که شما مثلا یه پروژه‌ای رو طراحی کرده باشین و یه مفهومی رو تو پروژه‌تون دنبال کنید. این مفهوم میتونید شاید با دو تا سه تا پرسونای کارتونی منظورم کاریکاتوری، نقاشی، یه همچی چیزاییه، میتونید با این پرسوناها بیاید نشون بدید به مخاطبتون و مخاطبتون خیلی لذت میبره و خیلی فضای تعاملی بیشتری داره. خیلی اصلا خود همینو تایید میکنن، خیلی تازه میفهمن شما تو پروژهتون چی کار کردید. از این میتونید استفاده کنید و این یه ویژگی خیلی خوب داره که تو اینستاگرام، توییتر، دوباره لینکدین، فیسبوک و اسنپ‌چت میتونه به اشتراک گذاری بشه. اسنپ‌چت رو برای دوستانی دارم میگم که خارج از ایران هستن و تو این پلتفرم حضور دارن، چون تو ایران خیلی شاید اسنپ‌چت ورد نداره. پس 4 جای دیگه هم اضافه شد و تا الان شد 32 تا تیکه محتوایی، هنوزم مونده. بازم یه نکته دیگر رو میخوام بهش اشاره کنم در راستای همین بحث دراوینگا یا کارتونیزه کردن ها و امثال هم. لزومی نداره که شما حتما پروژه خودتون رو بیایید این کارا رو براش بکنید. میتونید در راستای همون اینترستاتون، همون معمارای دیگه، پروژه های دیگه، اصلا مفاهیم دیگه، بیاید اون مفاهیم رو با دید خودتون تصویرش رو بکشید. اصلا نیازی نیست که شما قدرت دست خیلی بالایی داشته باشید. خیلی ساده میتونید واقعا در حد آدمک های معمولی بکشید کنارم. میتونید اصلا از اینترنت پیدا کنید 3 تاشو 4 تاشو بذارید کنارم توی همون پینت،
اینا رو کراپ کنید بذارید کنار هم، بالاش هم از این حبابا باز کنید و توش بنویسید. خیلی راحت، یعنی کمتر از 3 دقیقه وقت شما رو میگیره. سرچش، پیاده سازیش، کمتر از 3 دقیقه. یه دفعه امتحان کنید.